دوستان عزیز، صحبت آقای ایرج مصداقی واقعا حرام لقمه سیاسی برازنده این عنصر کثیف، عنصر ضد ایرانی است که پول میگیره، حتی میره تو شبکه وهابی میشینه، به نام کلمه پول میگیره و میره، چون ایشون مصاحبه میکنه پول میگیره. ایرج مصداقی اینه، این عقب افتاده است، بهتون نشون بدم. تو اینم نمیکنم، واقعا دارم اینه که میگم جدی در مورد، اگه شما بدونید ذات این آدم چیست و حرفایی که میزنه چیست، اصلا نمیشه تحملش کنید. ایشون پول میگیره میره در تلویزیون کلمه میشینه، بعد تو تلویزیون کلمه میگه که آره ایران داعش رو حمایت میکنه. تو رو خدا کمدی داستان ببین، این بلند شده رفته تلویزیون کلمه، بعد تو اون تلویزیون برمیگرده میگه آقا جمهوری اسلامی داره چیز میکنه، داعش رو حمایت میکنه. آقا رسما کلمه اولش که داعش اومد حمایت کرد، در یک شبکه وهابی وابسته به عربستان که خودش از داعش رسما فیلماش موجوده، در ابتدای داعش حمایت کرده، اونجا میره میگه جمهوری اسلامی داعش شده. بعد اون مجری حرم لقمه رو بگو می سر میگه بله بله درسته، خیلی وقاحت میخواد، خیلی حرام لقمه گردی میخواد تو اون رسانه اینو بگی. کاری ندارم، ایشون قبلا هم حرفای مفت زیاد زده بود. این آدم یه بار گفته بود که ای من آرزو داشتم زمانی که انگلیس ایرانو اشغال کرده بود زمان رضا شاه، زبان پارسی ما رو به خدا، این جمله رو گفته این آدم، فیلمشو پیدا نکردم نشون بدم، این همین جمله رو ایرج مصداقی میگه، میگه زمانی که انگلیس ما رو اشغال کرد من آرزو داشتم زبان پارسی رو هم از بین میبرد و به جای زبان پارسی زبان رضا شاه زبان انگلیسی رو به ما تزریق میکرد تا امروز ما انگلیسی بتونیم حرف بزنیم. ببین حرام لقمه میگه، وادادگی ملی، وادادگی فرهنگی، توابه این آدم، همه جور توابه، تواب تمدنی. یعنی چی؟ آرزو میکنه این حرام لقمه که آقا انگلیس ما رو اشغال کرد زبان پارسی رو از بین میبرد به جای زبان انگلیسی به ما میداد که امروز ما بعد از 100 سال بتوانیم انگلیسی صحبت کنیم. آقا آدم اینو درد رو به کی بعد این میشه مفصل سیاسی ما، بعد اینو میبرن مهد کودک من و تو بی بی سی و اینا بهش پولم میدن. خاک بر سر من که این میشه کارشناس من که میخواد در مورد مسئله ملی من نظر بده. یه بار که چون این آدم میگه که قبلا مجاهد بوده، داعش هستم زندان رفته اینا، بعد خیلی هم افتخار میکنه که داعش هست ما ریختیم تو خیابون و عربده کشی کردیم و مملکتی که در اون هنگام داشته با عراق میجنگیده، ما در خود ایران ستون پنجم شده بودیم، خیابونای ایران رو ناآرام میکردیم. آقا به لاتبازی ها و چاقو کشیاش هنوز هم این خاک بر سر افتخار میکنه. آقا افتخار نداره عربده کشی، من سال 88 یه سری کاره کردم، حداقل حالا نمیگم ردش هم میکنم ولی افتخارم دیگه نمیکنین. افتخار نداره عربده کشی قربونت برم. حالا این عربده کشی میخواد مال مجاهدین خلق باشه، مال هواداران خمینی باشه، یا ماهایی که سال 88 انجام بده، عربده کشی در نهایت هر جا مرش طلبی در تهش که افتخار نداره، افتخار میکنی آقا. خب بگذاریم، در سال اینا که گفتم مقدمه بود. ایشون در این رسانه آقای بهبهانی نشسته داره میگه که آقا آمریکا گردن کلفته، ما باید سر خم بیاریم جلوش، ما باید بگیم غلط کردیم، ما باید بگیم فلان کردیم. صحبت ها اینقدر وحشتناکه که خودتون گوش کنید، تیکه تیکه من حساب این آدم خواهم رسید. تشنج آفرینانه رژیم، وظیفه‌ای که ضعیف به عهده داره همینه. خب همه ما میدونیم برنامه موشکی رژیم بر خلاف قطعنامه شورای امنیت. ببینید عزیزان، خب میگه که برنامه موشکی ایران برخلاف قوانین بین المللی و شورای امنیت. خب حالا چون اینکه میگه برخلاف، یعنی برخلاف قانونه. یه موقع هست ممکنه من از قانون خوشم نیاد، اما قانونی نمیگه. ما در سطح دنیا هم یه قانونی داریم، یه سازمان ملل و یک قانونی داریم. این قانون در سطح دنیا داریم، علارغمی که من خوشم بیاد یا نیاد اعمال میشه. از چه طریق اعمال میشه؟ از طریق سازمان ملل. سازمان ملل از چه طریق اعمال میکنه؟ از طریق شورای امنیت. ببینید شورای امنیت در قانون اومده، قانون بین المللی در حقوق. حالا ببینید قانون بین المللی که ایشون میگه تهش چیه؟ حالا خوبه که آقای مایک پمپئو رو براتون تحلیل کردم که برگشت گفتش که
کره شمالی چون بمب اتم داشت ما براش پیش شرط داشتیم، میگن قانونای بر... حالا خوبه در مورد همون داستان عراق همین آقایان نمایندگان سازمان ملل که میومدن در حوزه هسته‌ای که کشور آلمان و مثلا کشور آلمان میگم کشور عراق زیر رو کنن که صدام حسین مثلا مسئله هسته‌ای نداشته باشه، در حقیقت گرا دادن به آمریکا. خود آمریکایی‌ها گفتن و گفتن ما برای حمله به عراق از کارشناسان سازمان ملل پرسیدیم که رفتید عراق اینا چیزای تاسیسات نظامیشون اینا دقیقاً کجاهاست، ازشون اطلاعات گرفتیم. حالا اینم خیلی یعنی در حقیقت جاسوس آمریکان. خب من نمیگم به خلا خود آمریکایی‌ها گفتن اینا مسئولیت تأمین صلح و امنیت جهانی با کیه؟ با شورای امنیت و به ویژه با پنج عضو دائمی شورای امنیت. من خوشم بیاد یا نیاد، از قانون خوشتون میاد یا نمیاد، پلیس وظیفه تأمین امنیت جامعه، دادگستری یا قوه قضاییه وظیفه اجرای عدالت در جامعه. خب در سطح بین المللی اگر بگیریم سازمان ملل رو یک دولتی، اگر بگیریم یک در واقع نهاد و انستیتوت، خب از چه طریق اعمال قدرت میکنه؟ از طریق شورای امنیت، از طریق پنج عضو شورای امنیتی که اسنادش در مسیر لیبی که یا حتی سر عراق به ویژه سر عراق که عراقی‌ها مثلا اومده بودن تمام آمار اینا رو گرفته بودن که در مورد مسئله هست اینا، عراقی‌ها 9000 ورقه گزارش داده بودن به شورای امنیت. اون موقع رئیس شورای امنیت کلمبیا بود و آمریکایی‌ها با رئیس شورای امنیت که کلمبیا بود هماهنگ کردن از این 9000 صفحه تقریبا 4-5000 صفحه رو اینا حذف می‌کنن که بعد به شورای امنیت بگن که آقا صدام مثلا صادق نبوده با شورای امنیت. 4-5 بعدن این اسنادش در اومده، خود آمریکایی‌ها منتشر کردن، خود اینایی که تو آمریکا. من همه اینا رو برنامه کردم قبلا، من از که 1000 خورده برنامه ساختم، همش قرار نیست تو ذهنم باشه با جزئیات، ولی کلیتش این بود که 4-5000 برگه گزارش صدام حسین به شورای امنیت و خود آمریکایی‌ها با هماهنگی ریاست شورای امنیت که اون مقطع زمانی در سال 2003 یا 2002 بود، اواخر 2002 بود که اوایل 2003 میشه، با هماهنگی ریاست شورای امنیت که مال کلمبیا بود میان ور میدارن، یه همچین مسخره بازیه ایست دنیا. بعدم اصلاش در اومد هیچ کاری با آمریکا نکردن، الان هم آمریکا تمام قوانین بین المللی رو زیر پا میذاره، هیچ که هیچ کاری نمیتونه بکنه، چون آمریکا میگه گرد. آقا بس اینه، شما تو مدرسه رفتی، سربازی رفتی، کجا بودی تا الان؟ در هر جایی که شما بری یه گندلاتی وجود داره، یه عده جلوی این گندلات وای میسن، یه عده میرن نوچه این گندلات میشن که بغل اون گندلاته یه امتیازی بتونن بگیرن. داستان بحث جهانی به همین سادگیه، به همین سادگی و به پیچیدگی است که نمیشه توضیح داد. در یک زاویه که بخواید نگاه کنید به همین سادگی است. حالا این همه ما میگه شورای امنیت قانون، بابا کش که تو بسن، اگه همون قوانین شورای امنیت و قانون که میخواست پیاده شه، خیلی از شماها در خارج از کشور بابت سخنانی که میگید حق حرف زدن نداشتید. اگه همون قوانینی که شورای امنیت و قوانین بین المللی میگه ما هم زیاد قبولش نداریم برای خودشون رعایت بکنن، جریان الاهواز الان تو دانمارک جولان نمیده قربونت برم. خیلی از این گروه های سیاسی که رفتارهای برخوردهای مسلحانه در مورد حوزه کشوری ما دارن و حتی حرف میزنن در مورد تجزیه ایران، نمیاد سوئیس دیدید دیگه، سال 2017 بود خانم شیرین عبادی رو اینا رو جمع کردن با تمامی تجزیه طلبان پارلمان سوئیس رو دارن حرف بزنن. اگر قوانین بین الملل سوئیس خودش میخواست اجرا کنه، خود این سازمان ملل که در سوئیسه خودشون میخواستن پیاده بکنن، در سوئیس پارلمان سوئیس نمیدادن به خانم شیرین عبادی و کلی تجزیه طلب. اینا خلاف قوانین بین المللی آقای ایرج مصداقی. شما قوانین بین المللی نیست، اینا همه چرنده میگی، اینا رو بریز دور. خب حالا ببینم آمریکا چیکار کرده است؟ آمریکا خیلی کار است. حالا در مورد آمریکا اینجا جالبه، این در مورد آمریکا صحبتاشو گوش کنید. آمریکا خیلی کار است. مثل این مونه من مثلا توی کشوری شما میگه پلیس چکار است، قاضی چکار است،
دستگیر تو میکنن برای تو زندان. این کار است. آمریکا ببینید عزیزان، ایران با آمریکا نه بقیه کشوره با آمریکا برابر نیست. گوشکان حرفای اینا حرام لقمه بیشرف که میگه انگلیسی ها مننه کاش که زبان پارسی رو از بین میبردن. حرفا به چرا بهش میگم حرام لقمه؟ گوشکان میگه آمریکا به کشور دیگه برابر نیست و اینو نمیفهمه که آقا همه باید در برابر قانون برابر باشن. این اگه همه در برابر آقای ایرج مساقی لال شو عزیزم، جورابای بوگندونتو بکن تو دهنت که خفه بشی، حرام لقمه. همه در برابر قانون طبق عرف بین المللی باید برابر باشن. اینی که تو میگی قانون جنگله، تو داری میگی آقا ایران باید تمکین کنه به این قانون جنگل. این که کسی گردنش کلفته مثل شیر یا ببر یا حیوانات وحشی مثل گرگ بقیه باید بهش تمکین کنن، این میشه قانون جنگل. اگه صحبت منطقی میخوای بکنی همه در برابر قانون برابرن. نمیتونی بگی آمریکا برابر نیست، تو نمیتونی اینو بگی و داری میگی چون حرام لقمه ای. چرا این کار است؟ آمریکا ببینید عزیزان، ایران با آمریکا نه بقیه کشورها با آمریکا برابر نیست. چرا نیست؟ مثل این مونه من در مقابل قاضی برابر نیستم. قاضی حق دستگیری من داره بر اساس مواسی. چرت داره میگه؟ اینکه همه با هم متفاوتیم، زن و مرد با هم متفاوتن، همه انسان ها. این که ما تعالی همیشه ما میگیم آقا انسان ها با هم تفاوت دارم، حتی بحث ژنتیکی هم که ما مطرح میکنیم میگیم آقا نژادها متفاوتن با هم، ولی همه نژادها، همه انسانها، با همه جنسیت ها، زن میخوای باشی، مرد باشی، حتی هم جنسگرا میخوای باشی، از دیدگاه آریایی دارم میگم، همه در برابر قانون برابرن. آقای مستاقی نمیتوان اگر آمریکا خودش بمب اتم میسازد به من بگه تو نساز، چون همه برابر قانون برابرن. تفاوت ها آقای ایرج مستاقی، من اگه غلط میگم آقا عزیزم بگید، تفاوت های ما انسان ها، ما کشور ها، ما پدیده های جهانی، تمام بشریت، پدیده ها و تمامی این تفاوت های بشری باعث نمی شوند که در برابر قانون، در برابر عدالت، حالا به قول احمد نژاد عدالت میگفت دیگه، در برابر عدالت، اینها دلیل نمیشه که ماها با هم برابر نباشیم. تمام بشریت، زنی، مردی، سیاپوسی، سپیدپوسی، آریایی هستی، عربی، هر کسی که هستی در برابر قانون برابری، اما بله همه متفاوتی. تفاوت‌ها یه بحثی که دست من و شما نیست، حقیقته، ولی واقعیت که دست من و شماست. واقعیت میشه چی؟ وقتی قانون میزنیم آقا واقعیت این باید باشد که همه برابر باشیم، ولی اینا میگن آقا حالا حقیقت که اینا خیلی جالبه، تو حقیقت که میگن نه ما تفاوت نداریم. وقتی که میگیم آقا ما نژاد آریایی مثلا یک سری امتیازها داریم علاوه ژنتیکی، یه سری ضعفام داریم، بعد میگیم آقا ما ایرانی‌ها دارای یک تاریخچه‌ای هستیم، اینا باعث تفاوتامونه تو چارچوب حقیقت که دست من و شما نیست تغییر حقیقت. اینا برمیگردن میگن نه در چارچوب حقیقت که همه ما هیچ فرقی با هم نداریم، ایرانی باش، انگلیسی باش، آمریکایی باش، چه فرقی داریم؟ عجب، حقیقت رو میگن هیچ فرقی نداریم، بعد تو واقعیت که بر همه یکی باشیم فرقی نداشته باشیم، تو واقعیت مرتیکه میگه که آقا جان ما فرق داریم با هم دیگه، آمریکا با ما برابر نیست. میدونم که خود حرفم سنگینه، چون این بخشی که دارم مطرح میکنم شاید برای خیلیتون قابل فهم نباشه. عزیزم در حوزه حقیقت همه ما با هم فرق داریم و برابر نیستیم، و این فرق داشتن و عدم برابری ما هم دست هیچ کسی است، چیزیست که موجوده و حقیقت رو کسی نمیتونه تعیین و تکلیف کنه، چیزی که وجود داره، تاریخ تمام این مسائله، تمام این هنجار هستی که ما بهش توی زرتوش میگیم عشا، ولی واقعیت دست بشریته، مثل ایجاد قوانین، اینها رو باید برابر کنیم. بحث اینه که ما در حقیقت برابر نیستیم، در واقعیت همه همون باید برابر باشیم، میخواد سیاپوس باشه، عرب باشه یا من آریایی، همه همون باید برابر باشیم. حالا این حرام لقمه آقای مستاقی چی میخواد بگه؟ من میخوام سادهش کنم. ایشون میگه اینا اصلا طیف اینا میگن ما تو حقیقت اصلا چی؟ با هم همه برابریم، اصلا ما برامون مهم نیست که تاریخ داره ایران، نه حقیقت رو میکنن برابر، یه حرف غیر علمی میزنن، یه حرف مزخرفی میزنن که این حرف غیر علمی رو امروز تقریبا 99% مفسران سیاسی این حرف غیر علمی رو دارن از رو همدیگه کپی میکنن تو بی بی سی و رسانه ها میگن.
واقعا هم که سانسور میکنن، جرأت بحث کردن ندارن. این حرف غیر علمی رو اینا همشون دارن مطرح میکنن. بعد تو واقعیت که بایستی ما همه با هم دیگه برابر باشیم، اینا میگن نه ما تو واقعیت برابر نیستیم، آمریکا فرق داره. حالا فهمیدید چی شد؟ میدونم یه خود سنگینه. بعدم ویدیو منو چند بار بزن عقب نگاه کن تا بتونی اگه اون بخشی که متوجه نمیشن متوجه بشن. قانون جوری نمیشه. آمریکا این حقو داره، روسیه هم داره، چین هم داره، انگلیس و فرانسه هم داره. غیر از این سنگ رو سنگ بند نمیشه. این حقوق بین الملل. خب این حقوق بین المللی سنگ رو سنگ بند شد. حرام لقمه، حرام لقمه فقط بهت میگم، خیلی حرصم رو در آورده. الان که آمریکا با گردن کلفتی داره دنیا رو به قول تو میچرخونه، سنگ رو سنگ بند شد. در لیبی که شورای امنیت اومد و تمام این لیبی رو بمباران کرد، پدر قذافی رو در واقع، قذافی آدم حرام لقمه ایسونم از نظر من، دفاع ندارم از قذافی، و قذافی که آدم کثیف دنیاست، ولی آقا تمام شاخصهای اقتصادی، تمام شاخصهای فرهنگی و سیاسی در زمان قذافی خیلی بهتر از امروزشونه. ما در دوران قذافی چیزی به نام برده فروشی نداشتیم. آقا میگه سنگ رو سنگ بند نمیشه. آقا من میخوام این سنگ رو سنگ بند نمیشه یعنی چی؟ اینی که امروز دارن تو خاک لیبی برده میفروشن، آقای انسان دوست، حرام لقمه، توی لیبی دارن برده میفروشن، این به معنای سنگ روی سنگ بند شدن نیست؟ الان سنگ رو سنگ بند شد تو لیبی، شما دخالت، آمریکا دخالت کرد، شورای امنیت دخالت کرد، در صف اول ناتو هواپیمای انگلیسی اومدن کل این موازین قذافی رو بمباران کردن، گروه پدر قذافی قذافی رو بردن، سنگ رو سنگ بند شد. در عراق بعد از حمله آمریکا و دخالت‌های آمریکا سنگ رو سنگ بند شد. اتفاقا از زمانی که این بنده خدا سردار سلیمانی و بچه‌های سپاه رفتن و هشتال شعبی رو راه انداختن اینا، تازه داره سنگ رو سنگ بند میشه آقایه مصداقی. آخه شما میگی اگه آمریکا پلیس دنیا نباشه سنگ رو سنگ بند نمیشه، الان داره سنگ رو سنگ بند میشه. مثل حقوق مدنی زنن توی کشور، مثل حقوق اقتصادی توی کشور، ممکن نه خوشن نیاد، این حقوق هست، مجریش هم هست. خب اگه اینجوریه که جمهوری اسلامی هم یه سری قوانین از نظر ما غیر عقلانی داره، قانون دیگه، چرا به اون تمکین نمی‌کنی آقای مصداقی؟ جمهوری اسلامی میگه آقا مثلا حالا من که میگم مخالف حجابم و اینا، موازین هم مشخصه، جمهوری اسلامی میگه آقا این قوانین منه، مگه چون به صرف این که قانونه ما باید تمکین کنیم؟ قانون غلط ها همه جا باید باش مبارزه کرد. اینم که آمریکا میگه من پلیس دنیام غلط کرده، باید باش مبارزه کرد تو این زمینه، نمیشه تمکین کرد. که اگر شما میگی باید تمکین کرد خوشمونم نیاد، خب تو غلط کردی جلوی جمهوری اسلامی وایسادی، تو غلط میکنی علی جمهوری اسلامی حرف میزنی. برو قوانین جمهوری اسلامی تمکین کن. چطور قوانین جمهوری اسلامی رو تمکین نمیکنی؟ میگی باید مبارزه کرد. قوانین غیر عقلانی که امروز در دنیای بین الملل حاکمه و آمریکا میگه من زورگو هم، تمام قراردادها رو هر وقت بخواد یک طرفه زیرش میزنه و هر کاری دلش بخواد میکنه، به این قوانین شما تمکین میواد بکنی، ولی قوانین ایران نه. این که خیلی جالبه، این حرام لقمه مردم فرانسه میریزن تو خیابون جلیقه زردا، اینا میگن نه خب جلیقه زردا دارن کار غیر قانونی میکنن دیگه، نه بعد جلوی مکرون وایسن. عجب. بعد مردم ایران حالا به هر دلیلی درست یا غلط میریزن خیابون، اینا تشویق میکنن. این استاندارد دوگانه رو من نمیفهمم یعنی چی. بنابراین این رو ارز کنم خدمت که حالا این یه اختیار موشکی با دولت، بله این برخلاف قطعه شدنی هست، یعنی برخلاف حقوق بین المللیه، برخلاف تصمیمات بین المللیه. درود بر شما جناب جهانی، من توی فیسبوک شخصیم بلاک هستم، نمیتونم پاسخ بدم، توی اینستاگرام براتون پیام دادم. اتفاقا ما خودمون میدونیم نه نمیدونید. تمام رژیم هایی که در دنیا با اراده بین المللی در افتادن مردمشو خیر ندیدن. عجب. همه رژیم هایی که با سازوکار بین المللی در افتادن مردمشون خیر و سلامش و روی خوش ندیدن. عجب. دقت کنید این حرف رو خیلی مهمه. خوش از گلوی مردمشون پایین نرفته. اینو تاریخ میگه، این تجربه ما میگه، تو همین منطقه هم میگه
این که جلوی این گردن کلفتی آمریکا بیسیم بهش میگه قانون بین المللی، میگه حتی اگه خوشونه بیسیم مردممون آب خوش گلوشون نمیده، هر کی وایستاده تا حالا آب خوش گلوش نرفته. حالا پرسش اینه اونایی که وای نستادن آب خوش رفته گلوشون آقای مصدقی؟ الان اونایی که جلوی این اونایی که ببخشید نمیفهمه، بذار من حالا بهتون میگم، بذار ادامه صحبتاشو بکنه. اونایی که شاخشونه کشیدن، خب اونایی که گردن کشی کردن، هم گردن خودشون خوب شده و هم مردمش، نتیجهش رو توی منطقه داریم میبینیم. داریم میبینیم، خب تو سوریه میبینیم، تو عراق میبینیم، تو نمیدونم لیبی میبینیم. اونایی هم که با سازوکارهای بین المللی راه میان در چارچوب حقوق بین الملل حرکت میکنن، مثل ویتنام، رونق اقتصادی رو برای مردم دنیا میارن، برگز میخوان برای مردم خودشون میارن. خیلی از کشور حتی درست گفتی همون برای بین مردم دنیا میارن، چون کسی که سر تسلیم فرود میاره در حقیقت خوش فروخته برای مردم این کشورهای زورگو چیزو میاره. خب پس برای مردم دنیا میارن، برگز میخوان برای مردم خودشون میارن. خیلی از کشورهایی که شما مناسب بکنید، پس برای بله اختیار برنامه موشکی از یه جهت با دولت نیست، ولی دولت توجیهگر اونه. خب تا اینجا شو بذار به وایسای، میگه که آقا کسایی که جلوی آمریکا وایسن و این قوانین بین المللی وایسن سرکشی کنن بگن نه تمکین نمیکنین، اولا این که به خودتون هم مربوط میشه، شما هم جلوی جمهوری اسلامی وایسادی خودتون رو انداختن زندان اینا، پس خودت در اول از همه خفه شو، چون اگه این استدلالت در مورد مسئله بین المللی، خب آقا اینا مقیاسشو کوچیک کن، در مورد مبارزه با حکومت بیام اینو مطرح کنی. پس تمامی کسایی که با جمهوری اسلامی مبارزه میکنن بنابر استدلال شما دارن سرکشی میکنن، بنابراین غلط میکنن. این یک مورد، این استدلال خودت، من قبول ندارم این استدلال، من میگم جلوی قوانین اشتباه جمهوری اسلامی هم باید مبارزه کرد و دارم مبارزه‌مو تو حوزه داخلی میکنم. من در حوزه داخلی جمهوری اسلامی اپوزیسیون تعریف میشم، به هر حال در حوزه سیاست‌های خارجیشه که دارم میگم به خاطر حاکمیت ملی، حتی نه جمهوری اسلامی، گروه بدر جمهوری اسلامی، نه برای حاکمیت ملی میگم آقا این سیاست‌های خارجی درسته، اینکه جلوی زورگویی آمریکا و این است. این یکی از صحبتات که بنابر این استدلال مقیاسشو کوچیک می‌کنی، بنابر این خودت غلط می‌کنی با جمهوری اسلامی مبارزه می‌کنی. اما در مورد مشخصا بحثی که داری مطرح می‌کنی، همون مقیاسی که داری مطرح می‌کنی، اگر این زاویه دیدی که تو داری، حرام لقمه، نیاکان ما داشتن، ایرانیان در طول تاریخ داشتن، ما هزاران بار کشوری به نام ایران از دست داده بودیم و چیزی به نام ایران وجود نمی اومد. زمانی که اسلام به ما حمله کرد، یا مثلا حتی زمانی که اسکندر مقدونی حمله کرد و موردهای دیگر، این زاویه دید ما بود، ما هیچ وقت ما ایران ببخشید هزاران بار نابود شده بود. اسلام اگر به ما حمله کرد، ما میگفتیم آقا این زورگو، اینا قوانین، حالا که تو میگی قوانین بین المللی که ساخت بشریته، ما ایرانی ها قوانینی که فکر میکردیم که آقا چون اسلام دیسکورسش چیه، میگه این گفتمان من، تمام کانتکستی که داره مطرح میکنه میگه این برای خداست، میگه تمام این گفتمان من و خدا به من گفته، چیزی به نام الله، ما زیر بار حرف خداش نرفتیم، این همه مبارزه کردیم، 200 سال اول مبارزه کردیم، 9 قرن مبارزه کردیم تا برسیم به دوران صفویه، دوباره ایران و تمام فلات ایران رو زیر یک پرچم ببریم. اگر این زاویه دید تسلیم وجود داشت که هزار بار ما نابود شده بودیم. و اما حالا زیاد رگ گردن کلفت نکنم، با وجود اینکه خیلی این حرص منو در آورده، همون کشورهایی که داره میگه تمکین کردن مردمشون خوشبختن، هم خود حرام لقمش داره تو این کشوری که من زندگی، تو همین شهرم داری زندگی میکنی، همین حرام لقمه تو استکهلم، هم من چند بارم همدیگر تو خیابون دیدیم، یه بار فکرم جشن تیرگان بود که این مرتیکه رو دیدم، مرتیکه اینجوری هم راه میومد، اینا کاری ندارم که منو میبینن مثل سگ همشون میترسن، کاری ندارم. خیلی آخه میدین اینا عموما لاتای مجازی هست، به ویژه این رضا طلبای حرام لقمه کاندوم های سیاسی، اینو من جا میندازم نابودتون میکنم شما رو، اینا لات مجازی هست، تو لات مجازی هست، آی فلان کنیم، علی امید این کار رو کنیم، ایمیل بزنیم اونجا، آقا بیا چش تو چش من نگاه کنم اینم جرعتشو دارید ندارید دیگه. خب دیدم، یعنی دیگه الان 7 ساله دارم با هاتون تو این شهرها زندگی میکنم. برابری
کشورهایی که این داره میگه که آقا تمکین کردن مردمشون خوشبختن، ما داریم توش زندگی میکنیم. آقای مستقی، شما تو سوئدی، چیزی به نام سوئد دیگه وجود نداره. کشورهایی که این گونه تمکین کنن، سوئد، دهن منو وا نکن، سوئد انقدر تواب تمدنی شده، تمام جشنهای سنتی خودشو همونجا مثل ما که الان چیز ولنتاین میگیریم دیگه به جشن اسپنگان نمیرسیم، دیدی دیگه سر ولنتاین توابیت تمدنی بخش گسترده از مردم ما رو دیدی، آی ولنتاینه، حالا همون داستان ولنتاین رو بری توش بخونی چه ربطی به ما داره نمیدونم. اسپنگان رو نمیگیریم، ولنتاین غربی رو میگیریم. همین سوئدی هم همین کار کردن، جشنهای خودشون رو الان برگزار نمیکنن، تواب تمدنی آمریکا شدن، مراسم های خیلی پلاستیکی آمریکایی مثل عید شکرگزاری رو برگزار. آقا عید شکرگزاری به تو سوئدی چه ربطی داره؟ ببین کشورهای اروپایی بهتون گفتم از نظر جغرافیا شد دیگه، فقط از نظر ظرف، این ظرف فقط، توی این ظرفه دیگه اینا از نظر محتوایی تموم شدن، از نظر محتوایی تمام محتواشون ریخته شده دور، نه محتوای آمریکایی صهیونیستی توشون ریخته شده. تمام این کشورها شما میبینی نگاه میکنید همشون شعبه استارباکس، تمام جا دیگه قهوه خونه های سنتیشون داره از بین میره. چون قهوه خونه و کافه خوردن و اینا مال کشور غربیه دیگه، خیلی مثلا این یکی از سنتاشونه، قهوه خونه هایی که توش کافه میخورن همه اون سنتی ها داره از بین میره. جاش داره چی میگیره آقای مصداقی؟ استارباکس یهودی داره میگیره، از ونکوور بگیر تا استکهلم و تا فرانسه، همه اینا دیگه ما رفتیم دیگه. حالا تو بیشتر تو این تمام این سالایی که تو سوئدی، آخه بخواید ببینم که عشق حال نمیتونید بکنید، بلد نیستید، شما آدمای بدبختی هستید. به هر حال تمام اینا رو استارباکس گرفته دیگه، حتی چیزشون هم از بین رفته، این قهوه خونه سنتیشون هم. در حقیقت از نظر محتوای کشورایی که تمکین کردن به این زورگویی، حالا من میگم واژه آمریکا واژه اشتباهی دقیق نیست، چون آمریکا خودش اسیر صهیونیسم جهانی است و چنان به انحداد رفته، چنان از نظر محتوای همون آمریکای 400 ساله، همون فرهنگ 400 ساله آمریکایی هم چنان نابود شده توسط صهیونیسم جهانی از نظر فکری و فرهنگی. شما هر روز اخبار میاد مرد رفته سوسمار گرفته توی آمریکا، به سوسمار نر تجاوز کرده، یک سال دست و پای سوسمار بسته، یک سال به این سوسمار توی خونش تجاوز کرده. اینا چیزایی که الان از آمریکا بخوام براتون برنامه بسازم اندازه موهای سرم میتونم چیز بیارم. این کشور وجود ندارن، کارشون به جایی رسیده که مکرون میگه آقا جان بحث از ناسیونالیست بحث مسخره است، کار به جایی میرسه خانم مرکل پرچم آلمانو پرت میکنه. این کشور وجود دارن؟ توی کشورهاشون هم که میرید در آلمان که همه دارن ترکی صحبت میکنن، در سوئد من در تمام سالهایی که زندگی کردم رسما عربیم بهتر از سوئدیم شده، یا کردیم، حتی کل سوئد یا کردا گرفتن یا عرب، کشور عرب زبان، البته عرب نیستن چون مردم سوریه اینا که عرب نیستن. در انگلیس هم همینطوره، کل عراقی ها اونجا رو گرفتن. کشورهای اروپایی به جز کشورهای جنوب اروپا مثل ایتالیا و اسپانیا و حتی یونان، ما بقیه اینا که دیگه تموم شدن، وجود ندارن که دیگه، اینا کشورشون از نظر حقیقی تموم. 100 سال دیگه میان یه قرارداد میبندن، الان مرزاشون رو تو اروپا برداشتن، 100 سال دیگه میان یه قرارداد میبندن که آقا جان کل اروپا رو بگیم اروپا، دیگه کشوری به نام سوئد و اینا نداشته باشی، کلا در تاریخ میرن میشن مثل یوگسلاوی مرحوم. حرام لقمه. ما اگر میخواستیم مثل تو نگاه کنیم، یا اگر این زاویه دیدی که تو داری، این بیانی که داری مطرح میکنی، این گفتمانی که داری ایجاد میکنی که شوربختانه الان ایجاد شده، اگر این گفتمان، عزیزان هشدار میدم، این گفتمان غالب شه که جلوی زورگو باید وایسیم و تواب بشیم، ما چیزی به نام ایران رو در دو قرن آینده نخواهیم داشت. ما وظیفه داریم این ایرانی که به دست ما رسیده رو به نسل آینده بدیم، کاری که امروز سوئدیا نکردن، کاری که امروز آلمانیا نکردن. همشون در آینده چیزی به نام آلمان و سوئد و اینا رو ندارن که به نسل بعدیشون بدن، اینا تموم شدن. اینا رو گوش نکنید، اینا دارن چرند میگن، برید کشورها رو ببینید. در کانادا به من گفتن یک اقلیت بدبخت کانادایی وجود داره، ما هرچی ونکوور گشتیم این اقلیت رو شخصا ندیدم. شما برید توی کانادا چیزی به نام کانادایی نمیبینید، یک بخشش چینیه، یک بخشش هندیه، چقدر هندی اتفاقا، یه بخشش هم ایرانیه. تمام تبلیغاتی که تو خیابون میخونید یا به زبان چینیست، یا به زبان هندیست، یا به زبان ایرانیست. انگلیسی هاشون هم که هر مغازه میخواستیم این صحبت کنیم بلد نبودن، توی ونکوور نمیتونستن انگلیسی صحبت کنن.
ببین داستان چیه دیگه، هندیه با هندیه زندگی میکنه، چینیه با چینیه. اینهایی که اینا دارن توی این پشت رسانه ها میگن، من رفتم دیدم تجربه کردم. اوکی، یکی از دلایل سفرام هم اینه که ببینم واقعا، که بتونم نظر درست بدم، نظر واقعی بدم، نه مثل این حرام لقمگان بگم آقا بر تواب بشه. خواهی ما اینجوری بشیم که تا دو قرن دیگه، تا دو قرن من حال دارم و به خدا دارم حال میدم، باور کنی خیلی زودتر از این حرفا، اگه حرفایی که اینا دارن میزنن به میشه بعدش میرسن به حالا زبان مادری رو بکنیم چند تا و فلا، تمام چیزایی که این اپوزیسیون برانداز داره میگه. و امروز بخش گسترده از مقامات همین حکومت، از اون مرتکه پزشکیان و قاضی پور و عموما هم این جریانات دارن مطرح میکنن، در درون نظام جمهوری اسلامی اگر بخواد قابل اجرا بشه و گفتمان غالب بشه، گفتمان غالب بشه، ما چیزی به نام ایران دیگر نخواهیم داشت. خب حالا چی میگه؟ در مراجع بین‌المللی وظیفه توجیهگری اون رو داره و از طریق وزارت خارجه و این خلاف حقوق بین‌المللی. و گفته ما از کسی اجازه نمیگیریم. مثل این میمونه که من بیام بگم من برای انجام کارها از پلیس اجازه نمیگیرم یا از قوه قضاییه اجازه نمیگیرم، هر کاری دلم خواست. همینی ایران که گفته ما میخوایم موشک بسازیم اجازه نمیگیره، میگه مثل اینه که من بخوام یه کاری کنم بگم از پلیس اجازه نمیگیرم. باورتون میشه این حرام لقمه داره این حرف رو میزنه؟ باورتون میشه این همه ذلت ملی، این گفتمان اوریان تسلیم؟ ببین چی رو با چی مقایسه کرد. ایران میخواد موشک بسازه، میگه که من اجازه نمیگیرم. میگه نه، ایران میخواد موشک بسازه بعد بره از آمریکا اجازه بگیره. امروز خیلی این حرفا رو میزنن. شروع وقتانه امروز من جایی که بودم صحبت کردیم، دو سه تا بودن آدمای محترمی بودن، ولی شروع وقتانه همین حرفا رو میزنن. حالا اونا سیاسی نبودن بنده خدا، این حرام لقمه ولی سیاسیه. تو دیگه تو اصلا، یعنی ما اگر میخوایم موشک بسازیم باید بریم اجازه بگیریم؟ خب آره، اونا هم این امکان رو دارن یا این قدرت رو دارن که در مقابل من بیستن، دستگیرم کنن، زندانیم کنن. خب حالا از این آقای مصداقی باید پرسید که اوکی، حالا این چرندی که میگی ما اصلا فرض میکنیم تو درست میگی، ما هم از این حرفایی که میزنیم کوتاه میایم توی کانتکست گفتگو شما، اصلا همین حرفای شما رو قبول میکنیم. اسرائیل چرا حتی اصلا اجازه چیه؟ اسرائیل درست کردی بهش میگن چند تا درست کردی بمب اتم؟ میگه به تو ربطی نداره اصلا. اسرائیل چرا اون وقت هیچ کدوم از این قرارداد رو امضا نمیکنه؟ اینا اسرائیل هم پلیسه؟ اسرائیل نوچه دست اوله. ببین وقتی قوانین جنگلی سینجلیس میگه آمریکا، حالا آمریکا در حقیقت صهیونیسم جهانی، این میگه پلیس به همراه سازمان ملل و شورای امنیت، در حقیقت میگه سازمان ملل و شورای امنیت و اینا پلیس جهانی هن و اعمال قدرت که اینا ایجاد میکنن در حقیقت بازوی قدرتشون برای اجرای احکامی که سازمان ملل و شورای امنیت میدن این آمریکاست. خب تا اینجا رو ما بگیم تو درست میگی، من میگه اگه ایران بخواد موشک بسازه یا هر کشوری بایستی از اینا اجازه بگیره. تا اینجا میگیم درست میگی. من الان پرسشم اینه، اسرائیل چرا اجازه نگرفته؟ اگر گرفته سند بده. چیزی که آقای نتانیاهو میگه علنا هر سری هر کی ازش پرسیده گفته به شما ربطی نداره اصلا. به شما ربطی نداره ما چقدر بمب اتم داریم. حرف اسرائیله. خب اینجا توجیه چی میشه؟ ایشون میگه آمریکا و شورای امنیت و سازمان ملل اینا همه چی هن؟ اینا قاضی و پلیسن. همون بعد اجازه بگیرن. بعد میبینیم اسرائیل اجازه نگرفته. خب این مناسبات رو چجوری میتونیم با هم دیگه توجیه کنیم که توجیه عقلانی باشه، استدلالی بیاریم که منطقی باشه؟ استدلال نمیشه. قانون جنگله. آمریکا و شورای امنیت و اینا گرگ و شغال و اینا شدن برای ما. اسرائیل نوچه است، سگ دست آموزه. اسرائیل میره اونجا براشون استخون میبره، دم تکون میره، میگن اوکی تو هر کاری میخوای بکنی ما دیگه نادیده میگیریم. این قانونه دیگه، قانونی که داره تو بین. و حالا تو این قانون جنگل این انتظار داره که حالا همه همدیگر دارن میدارن، این انتظار داره ما به عنوان یک کشور ما هم بیایم تو این قانون و خودمونو تسلیم کنیم، مثل یه خرگوش بریم به این گرگ و اینا بگیم که آقای گرگه، آقا فلانه، آقا خرسه، من خرگوشم، بیا منو بخور. وقتی که ما بخوایم اجازه بگیریم سر موشک سازی این حرفایی که آقای مصداقی میگه بگیم انجام بدیم، خب اینو میگیم ما خرگوشیم بیا منو بخور. خب این کارو کیا کردن؟ کشورهای مثل همین کشورهای اروپایی و خیلی از کشورهای دیگه. نتیجهشون چی شده؟ حاصلشون چیه؟
هنوز بعد از جنگ جهانی اول 70 سال دیگه، در عرض 70 سال عملا کشورهای اروپایی تموم شدن، تموم شدن کشورهای اروپایی از نظر ژنتیکی، از نظر محتوایی و فرهنگی و سیاسی، اینا تموم شدن 70 سالا. تا 100 سال دیگه که کلن اصلا دیگه برمیگردن میگن آقا در اروپا ما چیزی دیگه به نام سوئد و نروژ اینا نداریم، همه اینا میشن یک کشور به نام، اصلا یک کشور نمیشن، همه اینا میشن کارمندان صهیونیسم جهانی، نامشون هم میذارن اتحادیه بزرگ صهیونیست‌های جهان یا اتحادیه جماهیر مثلا صهیونیست‌ها یا اتحادیه مثلا الان همین که یو اس آ هست، ایالات متحده آمریکا، همه اینا میرن بخشی از ایالات‌های آمریکا میشن، همونجوری که چون آمریکا خیلی بزرگه تمام ایالت‌ها هر کدوم میتونه یه کشور بشه، همه‌شون اومدن با چسب فدرالیسم کردن ایالات متحده آمریکا، فردا همه اینا رو میکنن تمام کشور اروپایی و نوچای آمریکا رو میگن آقا دیگه نوچه که هستی دیگه چه معنی داره سوئدی باشی، نه همتون زبونای مادریتون رو ول کنید بیاید انگلیسی آمریکایی یاد بگیرید، انگلیسی آمریکایی همه اینا یاد بگیرید، همتون هم بشید اتحادیه آمریکا. به اینجا خواهد رسید، اینا پیش بینیای من برای 100 سال آینده است، چون بعد از 70 سال ما مواجه میشیم در جمعیت 9 میلیونی سوئد نزدیک 5 میلیون عزیزان سوئدی نیستن. می یعنی چی؟ 9 میلیون جمعیت این کشور، 5 میلیون سوئدی نیستن. عملا میتونیم بگیم ما الان چیزی به نام سوئد داریم؟ عملا اسمن بله، عملا حقیقت ماجرا دیگه سوئد در واقعیت سوئده، در حقیقت دیگه سوئدی وجود نداره. در حقیقت شما الان میدان رینکیوی، میدان تنسا، این میدان هایی که بالا میشین منطقه استکهلم میری، اینا دیگه بافتشون بافت کشورهای عربی داره میشه، چون عرب ها میان اونجا زندگی میکنن، آفریقایی ها زندگی میکنن به همون سبک آفریقایی تو سومالی زندگی کردن، تو اریتر زندگی کردن، به همون سبک سومالی دارن درست میکنن میدان رو. من رفتم لندن باورم نمیشد، حالا دوستانی که تو انگلیسن باید بهتر بدونن تو لندن، آقا دو سه میدون بود، من رفتم گفتم خدایا اینجا لندنه، یا من منم وارد وسط عراق بغداد شدم، یعنی کلن چندین خیامون کاملا بغداد، اصلا بافت لندن در برخی از جاش رسما داره عوض میشه دیگه، چیزی به نام لندن شما یواش یواش تا 100 سال دیگه نمیبینی، داره بافته میشه کاملا بغداد، تموم شد و رفت. اینا دیگه حقیقتا که کشور نیستن. حالا این آدم برمیگرده میگه که آقا اینطوری باید بکنیم، اینا پلیس هم، پس اسرائیل نمیتونی توجیه کنی، اگه اینا پلیس هم باید اجازه گرفت شما میگی اجازه بگی، چرا اسرائیل نمی کنه؟ حالا اینجا که میگیم همشو خفه میشن، لال میشن، یه طرفه نشسته داره زر میزنه، جرأت هم ندارن اینا جلو ماها که عرض اندام کنن، یه طرفه داره حرف میزنه واسه خودش میگه میره. وضعیت رژیم هم در سطح بین‌المللی عین همینه که عرض کردم، اینی که می‌بینید گردنکشی اینها در مقابل سازمان‌های بین‌المللی است. قطعنامه شورای امنیت ابراز نگرانی کرده از آزمایشات موشکی بشه. این یک دلیلی که من بهتون میگم چهار پاس چرا؟ این همه سال آقای مستاقی تو داری برنامه اجرا میکنی، مردک این همه مغازه تو استکهلم، پاشو برو یه میکروفون بگیر صدات درست در بیاد، آقا من چقدر به کار یاد بدم، اینقدر تو شعور حتی برای کار خودت نداری، بعد اومدی اظهار نظر داری میکنی در مورد کشور ما، یه میکروفون بگی که فقط با میکروفون لپتاپت مثلا صحبت نکنی که صدات، بابا تو بابا یه برنامه باشه میگی ما حالا یه برنامه دو برنامه سه، تو خیر سرت بابا 15 ساله داری زیر مفت میزنی، خب یه میکروفون بگی چنده مگه، به خدا 100 دلار نمیشه. بهای اینو چی داره میده مردم ایران؟ از اون طرف وقتی روحانی میاد میگه ما اجازه نمیگیریم، یعنی نظام نمیگیره، یعنی خامنه‌ای نمیگیره، یعنی سپاه نمیگیره، اینا حرفای نامرموت که میزنن. بهاش چی میده؟ مردم ایران آخر سرم مجبور به تمکینن، اگر بخوان تمکین هم نکنن بهای سنگینشو مردم ایران میدن که تا حالا دادن. عرض کردم هیچ کسی خیلی ندیده تا در دنیا، ما هم نخواهیم دید، اما این که بایستی فشار رو بذاریم به دولت مردم، ما اینکه باید فشار رو بذاریم فهمیدی؟ ما باید فشار بذاریم رو دولت مرده اینا، مشخصا آقای خامنه سپا بذار الان میگه اصلا فشار رو بذاریم رو خامنه،
روی سپاه. دیدی فشار بذاریم رو خامنه ای رو سپاه که چی بشه؟ که خامنه ای و سپاه کوتاه بیان میگن آقا بریم سازش کنیم. خب این اتفاق و این حرام لقمه چون مجاهد بوده دیگه، این حرام لقمه مجاهد بوده، زمان شاه همین دیسکورس داشتن. در زمان شاه یه خورده اشرف پهلوی و یه مقدار ساواک و تازه یه مقدار یک هزارم خامنه ای و سپاه گفتمان ایستادگی در قبل در برابر قبل در حکومت پادشاهی وجود نداشت، شوربختانه شوربختانه. ولی یک مقدار اشرف و یک مقدار والا حضرت اشرف رو دارم میگم، خواهر پادشاه فقید، و یک مقدار ساواک، و یه مقدارم برخی از ارتشیای ما، برخی از ارتشیای ما خیلی در پالس های بسیار ضعیف، پالس های بسیار ضعیف گفتم ما بعد وایسیم جلوی غربی ها. همین مجاهدیشون آدم مجاهده، همین هم موقع همین دیسکورسشون بود که آقا فشار رو بیاریم به شاه که مثلا جلوش وای نسه، یه ذره جلو غربی ها وای میستنیم، حالا قیمت گندم بالا اینا میرم سریع. اون موقع همین افراد الان چی گوگو ما به عنوان فعال سیاسی باید فشار رو بزنیم رو خامنه ای و رو سپاه، فشار رو میذاشتن رو شاه، تیم هنرمنداشون رو میریختن تو میدون، از شاملو حرامزاده بگیر تا اون یارو. ببخشید من امشب اینقدر از این واژگان استفاده میکنم، عصبیم کردن اینا، واقعا آدم عصبی میشه وقتی ته قضیه رو میبینه که اینا دارن چی میخوان برای کشور ما. از اون شاملو بگیر تا اون یارو اسپندیار منفردزاده، تا فرهاد، تا اون شهریار قمبری، همه اینا رو میآورن آقا به فشار شه. چی به شاه فشار بیارید؟ چه جوری فشار بیاری؟ ترانه بخونیم. چه ترانه ای بخونیم؟ بوی گندمو بخونیم. با این ترانه فشار آوردن به حکومت. الان این یارو مرتکه مهدی یراحی بود، چی بود این پان عربه الهوازیه، اومد یه ترانه خون تمام جنگ ایران و عراق و اینا رو انداخت گردن جمهوری اسلامی و حضور ما رو تو غرب آسیا رو تو اون ترانش کوبید. اون موقع همین کاری که الان امام مهدی یراحی میکنه، اون موقع شهریار قمبری و اسفندیار منفردزاده اینا کردن، فرهاد میخونه. حالا فرهاد بیچاره البته سیاسی نبود، فرهاد و گول زدن بیشتر، فریب میدادن، یه آدم ساده بود فرهاد، دلم هم براش میسوزه. این اسفندیار منفردزاده موزیک الان هم تو همین استکهلم دو سه بارم خانومش پارو دیده، یقمونو گرفته با همون بس کرده، اینها اون موقع این فرهاد بدبخت رو فریب میدادن که آقا فلان کنیم به شاه. حالا شاه در پالس های بسیار ضعیف جلوی غربیا وایساد که گفتن نه باید تسلیم شیم، شاه باز مجبور میشه تسلیم بشه، عاقبتش هم دیدیم انقلاب آمریکایی 57 که بعدش داستانام بود. همین حرفی که این میزنه اپوزیسیون صدام انجام دادن. آقا از صدام که ما متنفریم، لعنت بر صدام، ما داریم بحث سیاسی ولی میکنیم. اپوزیسیون صدام اومدن همین حرفی که این حرام لقمه میزنه، آقا فشار بیاریم رو صدام که صدام به این مسائل، حالا به این زورگویی آمریکا توی عرصه بین المللی رو برمیگردن به این زورگویی ها، میگن قوانین بین المللی ترجمه کنیم. وقتی میگن قوانین بین المللی شما ترجمه درستش رو بدونید، زورگویی آمریکایی ها. حالا همین سازمان ملل اینا که میگه، کارشناسای سازمان ملل، بازرسان سازمان ملل که میرن کشور رو بازرسی میکنن، CIA رئیسش سر جنگ با عراق اومد اعتراف کرد، گفت ما در حمله به عراق از بازرسان سازمان ملل اطلاعات گرفت. خب همین آقایون اپوزیسیون اومدن به صدام گفتن که آقای صدام تو باید تمکین کنی به این قوانین بین المللی، ترجمه بشه داخل پرانتز زورگویی آمریکا. هی به صدام گفتن، صدام گفت فلان و اینا، آخر کوتاه اومد. خب نتیجهش رو دیدیم، صدام اتفاقا اونجایی که کوتاه اومد آمریکا بهش حمله کرد، تا جایی که وایساده بود جلوی آمریکا بعدش آمریکا بهش حمله نکرد. حتی سر داستان قذافی که اون هواپیما رو توی لندن بود دیگه، یه هواپیمایی رو اومدن حمله تروریستی کردن زدن، بعد انداختن گردن قذافی. اول قذافی زیر بار نرفت، جلو آمریکا وایساد فلان، اپوزیسیون قذافی همینا، همین حرم لقمه ها، مثل مساقی، مساقی لیبی، حالا مساقی های لیبی اومدن برنامه ساختن به قذافی فشار آوردن، نه تو باید چیز کنی، تمکین کنی به این قوانین بین المللی، داخل پرانتز ترجمه بشه زورگویی آمریکا. خب قذافی آخر مجبور شد گام به گام آقا تمکین کرد، گفت چی کار بکنم؟ گفتن تو باید بیای اون اولا اون چند تایی که کار تر رو بودن اینا رو کل نصف این چیزتون رو به ما بدید، اینا که تو نیروهای امنیتونن دو تا از رئیساشون رو تحویل ما آمریکایی‌ها بدید، داد دو تا از وفاداران به بخش امنیتی لیبی رو تحویل آمریکا داد. چیکار کنم حالا؟ باید بیای چیز کنی برجام هسته‌ای اگه ده... آقا مثلا چیز هسته‌ای ندارم، قذافی گفت داری نداری مهم نیست، بیا برجام هسته‌ای امضا کن. امضا کرد. آقا چیکار کنم؟ بیا برجام موشکی امضا کن. آقا چیکار کنم؟ آقا اصلا تو چرا هواپیما داری؟
بیا هواپیمات هم چیز کن، برجامیزش کن، هواپیمات هم بده به انگلیس، قول بهت میدیم هر زمان که تو اتفاق برد افتاد ما در ارتش انگلیس موقع تونی بلر حرام لقمه بود، ما میایم برات چیز میکنیم، برات میجنگیم. راست هم گفته، زمانی که شورای امنیت علی قذافی دستور داد اولین هواپیما هواپیمای انگلیسی بودن که اونا خود قذافی رو بمباران کردن. آقا چیکار کنم؟ نتیجهش این شد که قذافی رو بردن. خب گور پدر قذافی، مردم الان در لیبی خوشبختن. نه با برده فروشی سال 2019، سال 2019 برده فروشی وجود داره. و امروز جالبه بهتون بگم، همون مردم لیبی که انقلاب کردن علی قذافی شعار میدن در حمایت از پسر قذافی که بیا ما رو نجات بده. این هم به مردمی بگم که خیلی حرفای چیز میزنن، 40-50 سال دیگه اگه جمهوری اسلامی سقوط کنه 50-60 سال دیگه شعار میدید که مجتبی کجایی بدار ما بیایی، همون شعاری که میدارید مجتبی بمیری رهبری و نبینی در سال 88 مردم شعار میدادن، 50 سال دیگه شعار میدن مثلا مجتبی کجایی که برادر ما بیایی و این حرفا. همین قذافی یادتون، آخه ببینید قوام حافظمون چقدر ضعیفه، مگه مردم نریختن مرگ بر قذافی گفتن؟ اتفاقات یه بار همین چند سال پیشمون دیگه همتون یادتونه. آقا 7-8 سال نشده، چند سال الان لیبی سقوط کرد، بعد از 7-8 سال مردم شعار میدن پسر قذافی بیا ما رو نجات بده از دست آمریکا. همون مردمی که به خاطر همین حرفای آمریکا، به خاطر همین اپوزیسیون حرام لقمهشون، چون این ایرج مصداقی لیبیه، حالا مدل لیبیش، ریختن و قذافی رو بردن شعار میدن پسر قذافی بیاد نجاتشون بده. آقا من نمیدونم کوری نمیبینید، اخبار نمیخونید، الان دنبال پسر قذافی هست. خب این مدل من میخوام نام بیارم در مورد خیلی جا میتونه صفت کنه که آقا اینا دارن چرند میگن. خب این الان میگه که آقا ما فشار بعد بیاریم رو خامنه ای و اینا. خب تو چرا بعد این فشار بیاری؟ فشار بیاریم چون ماها دریوز هستیم، ماها حرام لقمه هستیم، ماها بیشرف هستیم، ماها داریم نون غربی ها رو میخوریم، بعد فشار بیاریم به خامنه ای و سپاه که اینا به این زورگویی آمریکا تمکین کنن. من فکر میکنم در عرف بین المللش باز پوزش میخوام، از یک واژه بد میخوام، امشب میخوام بی ادب شدم. در عرف بین المللش میگن قرمساقی سیاسی. قرمساق که میدونید کیه؟ دو نفری که میخوان با هم دیگه برن یه جا خلوت کنن، اون کسی که کشیک میده بهش میگن قرمساق. در حقیقت معامله رو یه جوری چیز میخواد بکنه، جوش بزنه. این که حالا ایران کوتابیا در برابر قلدری گردن کلف این بچه گردن، حالا توی مثلا توی پادگان، توی سربازی، توی هر جایی یه آدم گندلاتی هست، یه نفر تمکین نمیکنه، دو سه نفر بهش میگن ببین این فلانی سعید خان مثلا این گردنش کلف دا، این اینجوری ها، این داستانش این گونه است، بیا کتاب، یا مثلا فلان کن. من یه خاطره ای رو بگم، حالا نام فامیل طرف رو نمیارم، سرباز بودم دوران آموزشی، آقا یه نفر بود این گندلات شابدالعظیم بود، به همم زور میگفت. حالا بهتون میگم براتون جالبه، نامش سعید بود، حالا سعید چی فامیلشو نمیگم که گناه داره. بعد این آقا به همه زور میگفت، بعد یه بار ما برگشتیم، من جلوش هیچ کی جرئت نداشت جلوش وایسه، همه میترسیدن، 5-6 تا نوچم داشت، من جلوش وایسادم، گفتم یعنی چی زور دارید میگی تو؟ گفت میدونی من کیم؟ گفتم خب کی هستی؟ گفت من فلانی هستم، سعید چی هستم در شابدالعظیم، گندلات شابدالعظیم. منم خندیدم بهش، گفتم آقا منم امید دانا هستم، بچه سسول میدون هفته تیر، دلیل نمیشه تو حق منو بخوری. همینجوری دعوام کردیم، کتکم خوردم، حسابی هم منو زد، اتفاقا کتکم هم خوردم، ولی به مرگ مادرم و فردش اینا چپ چپ نگاه میکرد، ولی دیگه حق منو نمیخورد. آقا باید وایسی، این چه دیسکورسیه شما داری که آقا اگه ضعیفی تمکین، ببین ضعیف بودن عیب نیست، ولی این که جلوی زور سکوت کنی به خاطر ضعفت عیبه. آقای ایرج مصداقی اینا رو بفهم نفهم، چند سالته تو؟ من به عنوان یک جوان 34 ساله، تو نرخر پیره مرده که نباید بیام اینجا نصیحتت کنم، به راه روش زندگی نشون. این که آدم، این که من ضعیف بودم جلو اون آدم گندلات شابدالعظیم کتک خوردم، این عیب نبود. این تو همین استکهلمش آقا سه بار به ما حمله کردن، کلی این گندلاتای پانکورد اینا که اینا قشنگ سر میبرن. آقا تو این شهر وایستادم، هر جام دعوا شده وایستادم، همیشه هم کتک خوردم، نمیگیم زدیم، ولی آقا چون ضعیفی که نباید جلوی زورگویی و میدون رو خالی کنی. که اینا میگن نه ایران، اولا ایران که بزنن به تخته، کلی قویه ایران،
از نظر نظامی اینا پدرشون رو در میاریم. ولی اصلا ایران ضعیف باشه، شما درست میگید ایران اصلا موشکاش پلاستیکیه، ایران اصلا این سربازه سپاه پاسداران همه اینا بچه سوسولن، همه اینا درست میگید. چون ما ضعیفیم باید به این زورگویی تمکین کنیم، اینه گفتمانتون. خب آقا اینو ما تو همون سربند دارم مقیاس کوچیک میگم، تو همون سربازی ما همه تمکین میگه این مردک آقا سعید همشون رو زور میگفته کارشو جلو میبرد، ولی من وایسادم جلوش کتکم هم خوردم. ولی آدم باید وایسه بیست کتکت هم بخور کشته شو، ولی بیست. اینا میگن نه اصلا نیست، اینا قبلش میگن قشنگ تسلیم شو بگو من غلط کردم. پس درش این زندگی چه ارزشی داره؟ زندگی دیگه معنا نداره که. یعنی چی مثل حیوان؟ خب این کاری که حیوانات میکنن، که انگلایی میکنن، یه سری حیوانات هستن رو دوش برخی همین حیوانات بزرگتر، پرنده های هستن رو دوش این حیوانات بزرگتر و هم میشینن شپش های بدنشون رو میخورن، یه حالت پاچه‌خواری. این که میشه شپشخاری به مانند همون پرندگانی که روی بدن کرگردن و اینا میشینن که مثلا شپشخاری میکنن. این که دیگه این چه فلسفه ایست از زندگی، این چه درس زندگی است که شما دارید به ما یاد میدید که چون آمریکا زورگوی ما بریم تمکین کنیم که دست از خیره سری هاشون بردارن. این که دنیا با ما بده، نه اصلا اینجوری نیست. دقیقا اینجوری نیست که دنیا 205 کشوره، آمریکا اولا صهیونیسم جهانی، خود آمریکایی‌ها میچره بابا بد نیستن. اونها میگن بیا زیر بار این حرف زور برو، یه سری نوچه‌هاش هم به خاطر آمریکا مجبورن قبول کنن. اینکه دنیا با ما بد نیست ما نگفتیم، 205 تا کشوره، کل این کشورهایی که نوچه دست اول آمریکان چند تان مگه؟ تو همین تازه 205 تا با هزار تا بدبختی اینا مایک پمپئو تو ورشو خودش گفت 60 تا که از اون 60 تا ببخشید نزدیک 20 کشور نوچه دست اولش مقامات اصلیشون رو نفرستادن، که یعنی بگن آقا ما همراه نیستیم. اینی که ما میدونیم دنیا با ما بد نیست، آمریکا با ما دشمنی میکنه، اصلا اینطوری. آها چرا؟ آمریکا چرا؟ با ویتنام دشمنی نمیکنه. ویتنام دشمنی کرد، مردک رفت حمله کرد به ویتنام، ویتنام رو به خاک سیاه یکسان کرد. اینا دشمنی کرد چرا نکرد؟ چرا آمریکا با این همه کشور در دنیا دشمنی میکنه؟ چرا آمریکا با عراق دشمنی میکنه؟ مثل که این گوساله شوخی داره با ما میکنه. عراق که رفت با خاک یکسان کرد، هنوز اثرات جنگ سال 2003 در عراق، در این بیچاره این کشور هنوز پدیداره، که پدر عراق در آورد که میگه چرا با عراق دشمنی نمیکنه. قاطی کردی یا قشنگ قاطی کردی. نی سوئد هواش یه خورده سرده، تاریکه اینجا، چون ساعت 2-3 بعد از ظهر تاریک میشه. عزیزم یه بلیط بگی برو جنوب اروپا یه خورده بگرد، مثل من آفتاب تو سرت بخوره فکرت کار کنه. قاطی کردی رسما. هم شیعه از هم بغل ماس هم چی میگه؟ چرا باید دشمنی کنی؟ چرا این همه سرمایه‌گذاری تو چه میکنی؟ چرا این همه شرکت های آمریکایی اونجا؟ چرا این همه مقام آمریکایی اونجا؟ آقای خول میگه که چرا انقدر شرکت های آمریکایی تو عراقن؟ باورتون میشه دارین چرت و پرتا رو میگه؟ رفته صدام رو برداشته، پدر صدام رو در آورده کشور عراق کرده بازار جنسای بنجل شرکت های درجه دوش. مثلا من همیشه فکر میکنم آقا چی میشه، مثلا اون موقع پاساژ فردوسی من خیلی اهل لباس بودم، هنوزم علاقه دارم اینا، همین گفتم چی میشد مثلا اینا ذهنای بچگونه من بوده، چی میشد مثلا من اگه یه روزی برم اروپا بتونم کت و شلوارای مثلا ایتالیایی بخرم فلان کنم دیگه. نهایتا تو پاساژ فردوسی مثلا لباسای ترک میومد دیگه. بعد مثلا خود تو همون پاساژ فردوسی من کارم میکردم، مغازه داشتیم اینا، بغل ما ساختمون پلاسکو که بود جنسای ایرانی رو میزدن، من اصلا جنسای ایرانی رو میگفتم نمیپوشم، اینا اشتباهات منه، حماقتامه. بعد دیگه ماشون گفتم نه مثلا لباسای خارجی اینا، اومدیم اروپا رو سر تا سر اروپا رو گشتیم، اصلا دیدیم لباس، اصلا دیدیم واقعا لباسایی که تو ایران تولید میشه چقدر کیفیتش بالاتره، تو این زمینه دارم میگم. بعد حالا این مرتیکه داره میگه که جنسای مثلا شرکت‌های آمریکایی توی عراق، آقا جنسای شرکت‌های بنجلشون رو میخوان بیارن توی عراق، آوردن صدامو بردن بدبخت کردن ملت عراقا. نمیگه که آمریکایی‌ها اگه با عراق مشکل داشتن نمیومدن کارخونه بزنن توی عراق که مردم عراق اونجا مثلا کار کنن، یا نمیگه که اگه آمریکایی‌ها با عراق مشکل داشتن مثلا جنسای عراقی رو نمیخریدن. آمریکا که جنسای عراقی رو نمیخره که، احمد خودت داری میگی شرکت‌های آمریکایی تو عراقن، نمیگی که شرکت‌های عراقی تو آمریکان، که حرفای رضا دیبا.
حالا میتونی بگی که خب آقا عراق شرکت نداره، خب اونم یک سرش به همین آمریکایی‌ها میخوره که انقدر اینا محبت دارن. به قول جدیدن یکی از این امام جمعه ها بعضی وقتا تو چرندیاتی که میگن حرفای درست هم میزنن، گفته بود آقا اینا فرمول کوکاکولا رو به هیچ دور کشوری ندادن. آمریکایی‌ها آدمایین که در سال نصف گندم‌های تولیدی خودشون که اضافه میاد، برای که قیمت گندم در دنیا پایین نیاد گندمو میریزن توی دریا. این همچین آدمایی هستند، یک جریان کاملا زورگوه. رضا دیوان بهش گفته بودند که تو این مهد کودک معناتا خیلی خندم گرفته. آخه اینایی که مثلا میگن رضا بیاد ما رو نجات بینه اینا، الان این حرم لقمه مجاهد سابق، تواب دیروز و رضا طلب امروز، این هم رضا طلب شده بیشرف، اینا برگشتن حمایت میکنن رضاشون توی مناطق. بهش گفت آقا برنامه اقتصادی چیه؟ اون پسره که آرایش خیلی میکنه اسمش چیه؟ پوریا زراعتی، ماتیک پاتیک میزنه با قیافه گوریل خودشو میکنه هلو. حالا هلو هم نمیشه، هلو گندیده. حالا بعد این برگشت بهش گفت آقا تو برنامه اقتصادی چیه؟ رضا گفت من میخوام ایران به یک وضعیتی برسه که ما حتی لوازم بهداشتی رو نبخشید پوزش میخوام، نوار بهداشتی و همه اینجور چیزا رو ما بتونیم تو ایران از شرکت‌های اروپایی بیاریم بفروشیم، ایرانو بکنیم بازار برای غرب. آقا ته تهشه، اینا میخوان جمهوری اسلامی رو برانداز کنن، حتی تو همون دیسکورس اقتصادی که دارن بیان میکنن، تو همون بحث اقتصادیشون هم نگاه کن چیا میگن. تو بحث اقتصادیشون هم میگن ما بکنیم ایرانو بازار برای غربیا. آقایون خیلی شرف دارن، خیلی سرشون. چرا بزرگترین سفارت آمریکا در دنیا در عراقه؟ ببینید که اینکه بزرگترین سفارت آمریکا حالا در لبنان، اینا این به نفع لبنان نیست. وای خدا این چقدر اولاقه. من آخه دارم داد و بیداد میکنم، انقدر هرس من نباید اینجوری برنامه اجرا کنم، باید شمرده آروم برنامه اجرا کنم. انقدر این اولاقه، یعنی من اصلا نمیتونم رو صندلیم بشینم. میگه چرا بزرگترین، درست شنیدم؟ ببخشید، چرا این همه مقام آمریکایی اونجا؟ چرا بزرگترین سفارت آمریکا در دنیا در عراقه؟ آه در عراق گفت، فکر کنم میخواد بگه لبنان. حالا همون در عراق، من اگه لبنان، البته لبنانم اینا اعتقاد داره، حالا گفت عراق، من چون میخواستم مطمئن شم. این که بزرگترین، اولا که آمریکا یک مثال دارن آقای مصداقی، میگن که در آمریکا هیچ وقت حکومت چنج نمیشه، چنج رژیم نمیشه، به خاطر اینکه آمریکا تو کشور خودش سفارت نداره. در هر جا که سفارتش هر چقدر بزرگتره، یعنی که اونجا منافع داره و داره جاسوسی میکنه. سفارتش تو ایران هم کم کوچیک نبوده، خیلی بزرگ بود. خب چرا این همه در توسعه مناطق نفتی و فلان و فلان شد؟ در لبنان هم که سفارت اینا، اونم داستانش که مشخصه، میخوان جاسوسی کنن سر داستان این که فرماندهان حزب الله اینا ببینن داستانشون چیه. چرا این همه شرکت آمریکایی اونجا؟ مگه عراق مسلمان نیستن؟ خلا در مورد عراق واقعا داره چرن میگه. به عراق حمله کرده، با خاک سیاه یکسان کرده، جنسای بنجلشو برده عراق داره میفروشه. کارخونه ها اینجوری، کارخونه میگم، شرکت های بنجلش اونجا رفتن دایر شدن عراق، کردن بغداد، کردن بازار آمریکایی. بعد الان فکر میکنه دارن به عراق حال میدن، بعد میگه چرا اونجا این کارا رو نمیکنه. همین الان ببخشید، آمریکا همین الان که با جمهوری اسلامی کاملا داره دشمنی میکنه، تحریم میکنه، همین دو سه سال پیش این چی بود، مال مرغ سوخاری KFC رو آورده بود تو ایران راه بندازه. همین الانش با جمهوری اسلامی، با همه این دشمنیه که داره، جمهوری اسلامی اصلا کوتاه نیاد، جمهوری اسلامی فقط ندیده بگیره بدون مذاکره. اینا حاضرن شرکتای مثل شل که مال نفت و ایناست، همه اینا رو ببرن در ایران تاسیس کنن. این که آمریکایی‌ها قربونت برم شرکتاشون رو میبرن توی کشور دیگه دایر میکنن، حال به اون کشورا ندادن ها، دارن بازار کار خودشونو گسترده میکنن. آخه شماها چرا با اینا، شما چرا انقدر نمیفهمید؟ معنی شما چه جوری میخواید مملکت ما رو برای جمهوری اسلامی بچرخونید؟ یه ذره سوادی بابا، سواد نمیخواد خیلی چیزا، یه ذره شعور ندارید. عراق شیعه نیست، مگر نمیدونم مراجع تقلید دست بالا در عراق نه، چرا تو ایران نه؟ پس یه اشکالی تو ماست، پس یه اشکالی تو حاکمیت ماست، وگرنه کی واسه اشکال که وجود داره، صد تا اشکال داره این حکومت، ولی در این حوزه که میگی این کار درسته حکومت بوده. و این که تو نمیفهمی، اشکال از اون مغز معیوته، انقدر زندان رفتی برام اومد. آخه این حق هم داریم بنده خدا، 10 سال زندان کشیده، برام اومده سوئد، یه خود آفتاب به سرش که نخورده، اینجا خل شده این رسمن. زن و بچه درستی هم که اینا ندارن، عموماً اینا زندگی های خانوادگیشون هم که لجن نمیتونن که زندگی خانوادگی درست سالم داشته باشن، که یه زندگی نرمال نمیتونن داشته باشن، که لجنه، پاتی میکنن.
آره با همه این حرفا که اجازه میده اجازه نمیده بالا میکنه پایین میکنه، ولی موشک میفرسته هنوز هوا نرفته منفجر میشه. اینو کجای دلم بذارم؟ تو مگه دلم داری گردو؟ ببین آخه یخ بکنیم مادرت برات اسمن دود کنه های بهبانی، اگه زنده اگه نیستم به خانومتون بگید اسمن برای دود کنه. خیلی بانه ما موشک میفرسیم هوا نرفته منفجر میشه. این هم دیگه پاسخشو ندیم، همین خنده هستش، گناه داره دیگه. حالا خوبه همین تازگی چند تا موشک میخورد فرق سر حزب دموکرات منفجر هم نشد، منفجر شد منتها اونجایی که بعد منفجر میشد منفجر شد. خیلی با نمکید شما، واقعا یخ بکنی. من صحبت خاصی دیگه ندارم، بعد از این هم همینجوری چرن میگم، میخوام توضیح بدم تا صبح بعد حرفای مزخرف اینا رو تحلیل کنم. بعد اینا خیلی هم حال میکنن بیش از اندازم تحلیل کنیم، میگن که ما مثلا یه چیزی حتما درست حسابی مهم گفتیم، امید داره تحلیل میکنه. نه من فقط کم واقعا شوکه شدم که این سطح بیشوری، حالا این مصداقی این همه حرفای بیشوری زد، بهبهانی سکوت کرد. من الان گفتم مثلا بهبهانی میاد یه چیزی میگه، آقا این چرندیات چیه تو داری میگی؟ خودش باید که اینا رو من کجای دارم بذارم؟ موشک میبرسم موشک هنوز هوا نرفته منفجر میشه. موشک همون اینقدر پلاستیکی بود بچه، دقیقا آمریکایی‌ها همه میخوان که برجام موشکی امضا کنن، کدوم موشک ما هوا نرفته منفجر شده؟ قاطی دارید اونا هم توضیح دادیم، این هم که منفجر بشه که اتفاقا این از هوشمندی موشک های ایرانیه که اگه یک موشکمون مشکل داشته باشه تو خاک کشور همسایه منفجر نمیشه، حتی بر سر مردم ما منفجر نمیشه، دقیقا خودش به صورت اتوماتیک خودکشی میکنه. تو هنوز خودکشی موشک رو نمیفهمی آی بهبهانی؟ اگه میفهمیدی خودکشی موشکو که اگه نقص فنی داره این چقدر کار میبره و این چه دستاورد علمی است، نمیگفتی کجای دلم بذارم گردو خان؟ ببخشید برنامه رو میبندم، حرف دیگه ای ندارم. فقط گفتمان اینها کشوربختانه امروز بخشی از گفتمان دلم میسوزه جوانان ایرانی است، وقتی که جوان ایرانی که اهل مطالعه اینا نیست، نه جوان ایرانی، جوان سوئدی هم نیست، این حرفم اشتباهه که بگم جوان ایرانی، هم کلا مردم عادی که اهل مطالعه این بحثا نیستن و شوربختانه بحثا رو سطحی مطرح میکنن و این تو مغز ذهن سطحی جامعه ایران رفته که آقا ما باید تسلیم بشیم. این گفتمان اگر در بخش نخبه که امروز ما اصلاح طلبا و اینا میبینیم یا بخشی از حکومت غالب بشه، عزیزان ما چیزی به نام ایران به صورت محتوایی دیگه کامل نخواهیم داشت، هرچند امروز هم به واسطه خیلی مسائل ما از نظر محتوایی سقوط هایی کردیم، اما همچنان ایرانیم. حداقل در این حوزه باید ببینیم جمهوری اسلامی هزار تا ایراد داره، چند تا کار درست داره. درد من اونجاست که اینها تو بخش کار درست جمهوری اسلامی انگوش گذاشتن که همین چند تا کار درست این حکومت هم بهش فشار بیارن بره عقب نشینی. من میگم آقا ما بایستی این چند موردی که جمهوری اسلامی کار درست داره رو حمایت کنیم، اون سیل عظیمی که جمهوری اسلامی کار اشتباه داره رو اونجا بریم قرب بزنیم مبارزه کنیم بکشیم بالا. دعوای من اینه که اینها کارهای درست جمهوری اسلامی هم دارن بهش حمله میکنن، این غیر قابل تحمله. برام حملاتی میکنن با سطح بسیار نازل سیاسی، اصلا برخشین حالا همه چی کتاب نیست، شعور باید طرف داشته باشه. آخه مگه میشه من این سطح بیشعوری رو اصلا نمیتونم هضمش بکنم؟ من ببینید من نباید اینجوری برنامه امشب اجرا میکردم با این عصبانیت با این گفتمان. ببینید من انسانم، تحملم واقعا آخه که حدی داره؟ مگه میشه اینا اینجوری خودشونو بزنن به کوچه علی چپ؟ باور نکردنی است عزیزان، باور نکردنی است این سطح حماقت در جلوی دوربین. به هر حال برنامه رو میبندم، دوستتون دارم، دمتون گرم، با شما هستیم که برنامه داره موفق میشه، رصد میشه. دیشب منم دیدم 100 تا پیام آقا مثلا صدا و سیما پخش کرده. البته من همه اینایی که تو من و تو بی بی سی و رادیو فردا کار میکنن همشون میدونن که پشت صحنه موقعی که با هم دیگه میخوان برن یه چای بخورن همش دارن در مورد برنامه ما بخش گستنی یا همش بارها شده که در مورد برنامه ما نشستن تحلیل دادن، گفتگو کردن توی آشپزخونه هاشون، توی اونجایی که داشتم هم قهوه می‌خوردم گفتم آقا با اینا این صحبتایی که امید می‌کنه چیکار کنیم؟ این داره تمام کارهایی که ما می‌کنیم داره حرفایی رو می‌زنه که بالاخره یک بخشی از جامعه رو تونسته بیدار کنه. من دیشب با بانوی گرامی که مهندس بودن داشتم صحبت می‌کردم،
و 10 سال در سوئد بودن، میگفتش که درود به شرفشون، میگفت واقعا تحت تاثیر قرار گرفته این مسائل ها. و این ما موفقیت با همه شماست که برنامه منو پخش کردید، به این برنامه کمک مالی میکنید، باعث میشید با کمک های مالیتون من دستم جلوی ناکسان هیچ وقت دراز نشه، باعث میشید با کمک های مالیتون من کمتر کار کنم و با خیال راحت برنامه بسازم. حتی اگه اول من تمام سفرهایی که میرم با هزینه های شخصی میرم، نه با کمک های مالی که مردم میکنن، ولی حتی همون سفرها هم که من رفتم برای کسب تجربه سیاسی بوده که بتونم با یک عمق و بینش ژرف سیاسی مطرح کنم مسائل رو. و تا الان هم دیدی تو خیلی از سفر رفتم فیلم هایی رو، گزارش هایی رو پخش کردم که دیگران نکنن. نمونش ونکوور رفتیم، فیلمی رو گرفتیم که بی بی سی مجبور شد خود خبرنگارش که آقا 11 سال من ونکوور زندگی میکنم، حالا داریم گزارش میگیریم. 20 روز بعد از من که رفتم داری گزارش میگیری؟ حالا میده تو این 20 روز به هر حال 7-8 روز اجازه میخواست مثلا کارهای اداریشو بکنه که بتونه با اون شهردار اونجا مثلا صحبت کنه اینا. به هر حال علنی لحظه‌ای که من پامو از ونکوور رفتم گذاشتم بیرون، خبرنگار بی بی سی اقدام کرده برای گزارش از همون خیابونی که من رفتم گزارش تهیه کردم که تا الان بی بی سی نکرده. خب اینا تأثیراتیه که داریم و باید فقط و فقط تنها رایی که داریم فردوسی وار باید برخورد کنیم. آخ بعضی به من میگن یه کار یه فلان، میگم آقا فردوسی 30 سال شاهنامه نوشت، از من انتظار دیگه نداشته باشه. من تا لحظه آخر عمرم همین کارو میکنم، اگر بتوانم توانایی بیشتر بشه همین کارو گسترده میکنم، بیشتر از این جلو نمیام. ما اصلا اینقدر وضعیت آگاهی سیاسیمون پایینه که من خودم تا آخر اون وقف این برنامه سازی و روشنگری کنم و الگوی خودم فردوسی رو قرار دادم که امیدوارم در این الگویی که قرار دادم بتوانم 1% همانند فردوسی مسیری که رفته رو اجرا کنیم تو حوزه رسانه. تو حوزه رسانه دارم مطرح میکنم. بنابراین با این سطح وحشتناک سیاسی علاوه آگاهی هایی که اصلا نظر پایه‌ای، ما الان این تحلیلگرامون از نظر پایه‌ای واقعا بی سوادن، وای به مردم عادیمون، خیلی کار داریم عزیزان، خیلی کار داریم. به هر حال قربونتون برم، دمتون گرم. کسایی که مادی مینوی به هر شکلی تو خانواده ها با همدیگه بحث کردن یک کلمه هم از ما دفاع کردن، اینا به هر شکلی که دفاع کردید تا به امروز، کوچیک همتونم، کوچیک تمام کسانی هم که به هر دلیلی نمیتونن برنامه های منو لایک بکنن، حق دارید. میدونید که این کاندوم های سیاسی بیشترشون عموما رضا طلبان، اینا ناموس ندارن، اینا میگم ناموس ندارن بیشترشون که یا زناشون رو طلاق دارن یا اینها تو کشور اروپایی در تنهایی زندگی میکنن و انقدر اینها آدم های سطحی و آدم های واقعا بی ناموسی هستن. میدونم خیلی از شماها رو اذیت میکنن، نمیتونید لایک کنید، مهم نیست. همین که برنامه ها رو خصوصی دارید پخش میکنید، همین که به صورت پنهانی بدون از اینکه توی فاز عمومی مطرح بشه کمک مالی میکنید، اینا همین دمتون گرم که باعث میشه ما هر روز قدرتمندتر جلوی دوربین باشیم. دست تک تک کسایی که حتی اونایی که هیچ کاری نمیکنن، حتی لایک نمیکنن، پخش نمیکنن، کمک مالی نمیکنن، فقط برنامه رو میبینن، دمتون گرم. همین که دلتون با ماست، کوچیکتونم. و در نهایت بازم دم دشمنمون گرم که حداقل با دیدن برنامه هامون و خودشون میان برنامه های ما رو خیلی جا در فیسبوک هاشون میذارن پخش میکنن، اینا باعث میشه ببینن دیگه مردم ما رو. مهم اینه که اول مردم باید ببینن. اول از همه میگن همه چیز با دیدن آغاز شد، اول باید ببینن، بعد از اینکه دیدن شاید یه ذره نظرشون جلب بشه. حتی که فوش من امروز دارم میبینم این بخشی از این رضا طلبا که تو ورشا دعواشون شد با اون بخش حامی اسرائیل، من وقتی که رصد کردم دیدم حتی این رضا طلبانی که امروز دارن ضد اسرائیل حرف میزنن کاملا دارن از ما کپی برداری میکنن. این تحصیل ما رو ایناست، صحبتهایی که در مورد تجزیه طلبی میکنن، صحبتهایی که در مورد همین که جلوی جوان مردی رو بعضیاشون میخواستن بگیرن. ببین اینا تأثیر نانوشته ما روی ذهن ایناست که برنامه های ما رو دیدن، برای این دیدن که منو فوش بدن، ولی رفته تو ذهنش. انقدر ما گفتیم جوان مردی تجزیه طلب فلا، این رفت تو ذهنش، حالا که جوان مردی در نزدیک میبینه میره درگیرم میشن اینا. حتی میخوام بگم تاثیر ما رو دشمنامون داریم، ما کوچیک دشمنامون هم از این جهت هستیم که فوشمون بده، ببین تو منو فوش بده. مهم برای من اینه که تو این دیدگاه ایران شهری، هرچند تو مثلا از تمام حرفایی که میزنم، شما رضا طلبان که عمومتون الان کاندوم سیاسی هستین، 1% از حرفای منو بفهمید، همون 1 به خاطر همون 1% هم که میفهمید دمت گرم.
کوچیکتر. قربونتون برم، زنده باشید، پاینده ایران بدرود.